دوستان سلام، به یامی گسترونومی خوش اومدید. من مهیار هستم و بسیار خوشحالم که امشب در خدمتتون هستم. میخواییم با هم دیگه استیک فیله میلیون درست بکنیم، اما اینو از قبل ما برنامه‌ریزی براش انجام نداده بودیم. من دیروز به طور اتفاقی در یکی از قصابی‌هایی که از معدود قصابی‌هایی که در سطح تهران دیروز باز بود، در روزی که تعطیل بود همه جا، با این پدیده زیبا برخورد کردم به طور اتفاقی. و من فکر می‌کنم که تو ایران تا به حال فیله به این قشنگی ندیده بودم که این الان با هم اینو روی ترازو میگذاریم و خدمتتون عرض میکنم که این پدیده زیبا سه کیلو دویست و هشتاد گرم هست. نادره که فیله بیشتر از دو کیلو دویست گرمی در ایران پیدا بکنید و خب ما بر همین اساس تصمیم گرفتیم که یک استیک پارتی بتونیم داشته باشیم و در خدمت دوستان باشیم. آناتومی یک فیله خوشگل گوساله رو که به انگلیسی دوستان عزیز قبلا هم خدمتشون توضیح دادیم بهش میگن که بیف تندرلوین، این رو قبلا من خدمت دوستان توی این ویدیویی که لینکش رو براتون اینجا میگذارم، نحوه برش، نحوه بریدن این سیلور سکین که بهش به فارسی ما میگیم دمار، تمیز کردن این و اینکه چطور از این گوشت کبابی فیله در بیاریم و گوشت استیک در بیاریم و توی این ویدیو من قبلا خدمتون توضیح دادم. لینک ویدیو رو در این حال همراه اطلاعات دیگر در متن توضیحات زیر ویدیو یا در دیسکریپشن هم خدمتتون تقدیم کردم. این قسمت نوک فیله هست، این قسمت باریک، و اینجا قسمتی است که در ته قرار گرفته. اینو بعضیا بهش میگن سر فیله، ولی این در واقع ته فیله هست. این قسمت رو ما خیلی اصطلاحات کامل قصابی و گوشت به زبان فارسی نداریم، ولی اینو بهش میگن وینگ، این دو تا تیکه گوشتی که اینجا میبینید. و این گوشت بسیار عالی هستش که به همین نرمی بقیه جای فیله هست، منتها به درد کار استیک نمیخوره. این قسمت وینگ رو من ابتدا به ساکن جدا میکنم، اینو میذارمش کنار. خود این وینگ زیبا، البته این رو هم میشد جوری برید که یه قسمت هایی برای استیک بشه استفاده کرد، منتها من کاری که با این ترجیح میدم انجام بدم اینه که اینو میخوام بذارم کنار برای یه ساندویج استیک. فیله مینیون واقعی این قسمت سر باریک در واقع فیله هست. این قسمت های میانی هم برای استیک بسیار عالی هست، هم برای رست. و یک روش دیگه ای هم که میشه اینو انجام داد اینه که این سر باریک رو روش خم میکنن، این قسمت ته و کامل تریم میکنن، اینو به این ترتیب که ضخامتش یکسان بشه و زمان پخت یکسان در فر داشته باشه، اینو میپیچن با نخ به صورت یه رست در میارن. یه رست تندرلوین خیلی عالی از این میشه به این ترتیب در آورد که این هم یه بار من خدمتون آموزش رو تقدیم خواهم کرد. خب دوستان، ما این رو در واقع تمیز کردیم، دمارش رو گرفتیم و میخوام خدمتون نشون بدم که این قسمت یه مقدار بافت چربی داره اینجا. اینا رو دست بهش نزنید، بذارید بمونه. معمولا فیله مینیون مثل، یعنی استیکای سنگین تری مثل تیبون و اینا نیست که قطعات خیلی درشت‌تر تو استیک هاست بهتون بدن. سروینگ استانداردش، چون گوشت گرونی هم هست و حالا لوکس هم محسوب میشه و کاملا بی استخوان چربی و اینها هست، یک استیک بین 6 تا 8 اونس معمولا سرو میشه که میشه یه چیزی حدود مثلا بین 180 گرم الا 240 گرم. الان این موقعی که یه همچین فیله زخیم و سنگینی هست، یه برش دو انگشتی از این که یعنی حدوداً 2 اینچ، یعنی این مطلقاً زیر 1.5 اینچ اینو برش ندید، یعنی کمتر از مثلا 3.5 سانت اینا این برش داده نشه. اینو من براتون بکشم،
این 216 گرم است. این الان یه استیک معقول خوبیه و حالا این خودش یک سروینگ محسوب میشه. شما دیگه بسته به اینکه چقدر خوش خوراک هستید و چقدر خوش اشتها هستید میتونید سایز سروینگتون رو تنظیم بکنید. با خطکش اندازه بگیرید اگه مطمئن نیستید. این گوشتیه که برای برشش باید دقت بشه. 256 گرم. این الان یه استیک فیله مینیون خیلی معرکه‌ای است. حالا این الان اون تقریبا 6 اونسی است، 170 گرمه، که باز خودش اینو معمولا با ساید دیش سیب زمینی، پوره سیب زمینی یا سیب زمینی حتی سرخ کرده بعض وقتا با این سرو میشه، یا سیب زمینی تنوری بیکت پوتیتو. خود این رو در یه رستوران خوب با یه ساید دیش 50 دلار، 60 دلار، 80 دلار اینا ممکنه که ازتون پول بگیرن. ببینید فیل مینیون خوب یعنی یه تندرلوین خوب و خوشمزه واقعا احتیاجی به هیچ کاری نداره که اینو طعم‌دار بکنید. و این به قدری نرم هست که اگر اقدام به این بکنید که اینو توی چیز اسیدی اینا مرینیت بخواید بکنید اصلا نابود میشه، از هم متلاشی میشه حین پختن. و بهترین کاری که بهترین شف‌های دنیا به شما توصیه میکنن برای فیل مینیون استفاده بکنید، استفاده از فلفل و نمک هستش که یه مقدار زبر این رو ما آسیاب میکنیم و به همین ترتیب نمک رو هم. این مقدار نمک احتیاج داره. استیک و این زخامت این اینکه برفی که تازه شروع شده به نشستن یه همچین مقدار نمک زبرتر بعد روی سطح این نشسته باشه. کاری که من الان انجام میدم اینه که اینا رو به نحوی با ملایمت سعی کنید خیلی مواظب این عزیزان باشید. و این سطح رو هم به همین ترتیب با نمک و فلفل سیزن میکنیم یا حالا طعم‌دار میکنیم. خیلی بهتره که نمک به اندازه کافی الان به استیکتون بزنید و این طعم مناسب رو بگیره قبل از پختن تا اینکه این کم نمک باشه بعد از پختن و حین خوردن هی بخواید به این نمک اضافه بکنید. خب اتفاقی که خواهد افتاد اینه که ما برای حداقل یک ساعت و ترجیحاً اگر وقت داشته باشیم دو ساعت اینو میگذاریم توی یخچال. علت استفاده از این به اصطلاح رک یا این توری که اینجا گذاشتیم اینه که زیر اینها هوای خنک جریان داشته باشه و زیر و روی اینها توی یخچال به صورت نپوشیده بدون هیچ درپوشی در معرض هوای خنک قرار بگیره. و اتفاقی که میفته اینه که یه مقدار از آب گوشت توسط این نمک جذب میشه میاد بیرون به علت اون ماجرای اسموس معکوس و پس از حدود نیم ساعت 40 دقیقه دوباره این همین آبی که ازش خارج شده بر میگرده توی گوشت. اگر این رو نمک بزنید و زودتر از یک ساعت بپزید منجر به خشک شدن استیکتون خواهد شد و ما نمیخوایم این اتفاق بیفته. پس حتما این حد اقل زمان یک ساعت رو رعایت بکنید و میخوایم این اگر این رو الان در تماس با سینی گذاشته بودیم زیر این رو آب مینداخت، اون نمک آبی که از گوشت خارج میکرد پخش میشد تو سطح سینی و نمیتونست دوباره برگرده داخل گوشت و نمک رو با خودش ببره به داخل گوشت و گوشت رو مزه‌دار بکنه. من یک ساعت و نیم الی دو ساعت دیگه شروع میکنم به پختن اینا و فعلا با دوستان خدافظی بکنید، به یخچال منتقل میشن.
خب دوستان، یه سس قارچ سریع میخواییم درست بکنیم همراه با استیک فیله مینیونمون. و برای این کار ۲۵۰ گرم، حالا یکم بیشتر کمتر اشکال نداره، قارچ استفاده میکنیم. این قارچ ها رو اسلایس های درش ببرید که پیدا بشه و کاملا قابل رویت باشه و تکه های درشت قارچ هم قابل لذت بردن باشه. اگر که قرار بر این بود که استیک فیله مینیون رو که خیلی کم چربی هست، خیلی گوشتی داره که به راحتی خشک میشه، اگر این رو قرار بود که ما روی باربیکیو درست بکنیم، روی منقل و زغال درست بکنیم، کاری که بعد انجام میدادیم این بود که یه مقدار روغن زیتون به این آغشته میکردیم یا یه مرینیت سبکی به اون روشی که اون ویدیوی اول کار خدمتتون گفتم برای پاک کردن و آماده کردن مراجعه بکنید، به همون روش ما مرینیت میکردیم که این خشک نشه. ولی توی تابه کاری که میخوایم انجام بدیم اینه که در مراحل سرخ شدن از کره استفاده میکنیم. این کره به خورد استیک میره تا حدودی و جلوگیری میکنه از خشک شدن. مواظب اینم خواهیم بود که حرارتمون رو به خوبی کنترل بکنیم و این سس آخر سر هم بسیار به ما کمک میکنه. در واقع من میخوام از موادی که ته تابه باقی مونده استفاده بکنم و سسم رو توی همون تابه استفاده بکنم. استیک بعد از اینکه پختش تموم میشه یه زمان 3 الی 5 دقیقه استراحت لازم داره قبل از اینکه اینو ببرید. تو این مدت که استیک داره استراحت میکنه، ما این 3 الی 5 دقیقه وقت رو داریم که اون چیزی که توی تابمون اتفاق افتاده، کف تابه رو تبدیل بکنیم به سس قارچ. اگر میخواستیم که قارچ اون موقع سرخ بکنیم توی اون تابه، وقت کافی نداشتیم تا این بخواد به مراحل لازم برسه. پس راحت ترین کاری که من بهتون توصیه میکنم این هست که قارچ رو خورد بکنه توی یک ظرف پیرکس شیشه‌ای یا چینی، یه مقدار فلفل سیاه رو این بریزید، حتما این کار رو بکنید، یکم نمک به این اضافه بکنید و 20 گرم کره اینو همینجوری بندازید رو این. توی مایکروویو با دمای های روی بالاترین درجه اینو همینجوری بگذارید برای 5 دقیقه. بعد از 2-3 دقیقه اول اینو یه بار هم بزنید و نتیجه رو من بعداً بهتون نشون میدم. دنبال این هستیم که آب قارچ در بیاد، قارچمون بافت مناسبی پیدا بکنه، یعنی حالت نیمه پخته بشه، طعمش رو پس بده و آماده این بشه که بتونیم اینو سریع به اون سوسی که میخوایم آخر سر اضافه بکنیم. پس این مرحله رو یه زمانی، حالا هر زمانی قبل از اینکه شروع به پخت استیک بکنید، حتما این رو اگر میخواید این سس رو درست بکنید آماده داشته باشید. خب دوستان، در پایان 5 دقیقه، البته مایکروویو با هم دیگه ممکنه خود متفاوت باشن، ولی به هر حال نتیجه که دنبالش هستین اینه که این کاملا خشک نشده باشه این 250 گرم قارچ. بعد به اندازه 2 قاشق، تقریبا 3 قاشق غذاخوری مایع توش مونده باشه که این ترکیبی است از آب قارچ و اون کره‌ای که ما استفاده کردیم و یه بارم در وسط کار اینو هم زدیم. این یه بافت تقریبا لاستیکی پیدا کرده که خیلی توی سس معرکه خواهد شد و این خیلی موثرتر این روش برای درآوردن طعم قارچ موقعی که می‌خواید حد اکثر عطر و طعم رو از قارچ در بیارین، در مقایسه با اینکه توی تابه با کره این رو سرخ بکنید و به اصطلاح ساته بکنید. یعنی این روش به اعتقاد من 2-3 برابر بیشتر عطر و طعم قارچ بهتون میده. اینو بگذارید کنار. توی مرحله‌ای که خواستیم بریم سس رو درست بکنیم، چند دقیقه قبلش اینو مجدداً یکم گرم می‌کنیم تو مایکروویو. این کارا رو ما داریم انجام میدیم که سرعت عملمون موقعی که شروع کردیم با آماده کردن استیک بالا باشه،
همه چیزمون آماده باشه. پوره سیب زمینی هم از قبل من آماده کردم به اون روش روستایی یا راستی که به اصطلاح اروپای شرقی، مشابه همونی که توی ویدیوی میگوی سخاری من آموزش دادم و درست کردم. و اگر اونو قبلا ندیدید، اون سبک پوره سیب زمینی عالی هستش کنار یه همچین استیکی. حتما امتحان بکنید. لینک به اون ویدیو رو هم براتون پایین ویدیو گذاشتم. کار دیگری که از پیش میخوایم انجام بدیم و آماده بکنیم اینه که روی اون پوره سیب زمینی من برای تکمیل طعم اومامی استیک و سوسی که با قارچ درست کردیم، قارچ خودش یکی از منابع خوب طعم اومامی هست، برای تقویت اون من یه مقدار پنیر هم روی سیب زمینی توی مرحله آخر میریزم. ولی برای اینکه این زیبا هم باشه و جذابیت هم داشته باشه، یعنی به عنوان گارنیش روی اون سیب زمینی دارم از این استفاده میکنم، یه تیکه پنیر گودا یا چدار میتونید استفاده بکنید، یا امنتال یا اوسترام، هر پنیر سختی که مورد علاقتون هست، و از یه پوسکن استفاده بکنید. به این ترتیب شروع بکنید تیکه هایی کوتاه و بلند و نسبتا نازک که روی پنیر آب بشه، یعنی خیلی فشار ندید عمیق بخواید اینا رو ببرید، و میبینید که به این شکل یه سری تراشه هایی ما از پنیر رو دست میاریم. با رنده شما این کار رو نمیتونید بکنید، با چاقو هم این کار رو با این ظرافت و به صورت تیکای رندوم اینطوری نمیتونید شیف بکنید پنیرتون رو. یه پوسکن تیز خوب برای این کار خیلی ایدئال هست، و هر چقدر که دوست دارید به اندازه که یه مقدار روی سیب زمینیتون بتونید از این تراشه های پنیر استفاده بکنید، تراشه پنیر هم آماده بکنید. اینا رو همه رو داشته باشین تا بریم سر مرحله اسمبلی نهایی. اهمیت داغ بودن تابه به درجه صحیح رو من توی این ویدیویی که این بالا و این پایین براتون لینک میذارم خدمتون عرض کردم و گفتم که نقطه لایدن فراست چی هست و تابه چقدر بد داغ شده باشه که استیک توش نچسبه. و همین دما برای پختن استیک توی تابه چدن که داریم میگیم، چدن واقعی منظورمونه، نه این آلومینیوم های تفلون، برای اون هم صادقه. و این نکته خیلی مهمه که استیک ها رو حداقل 10 دقیقه پیش از زمان پخت در آورده باشید از یخچال، و ابتدا که استیک ها رو میذاریم توی تابه اندکی فشار بدید که این یک تماس کامل مطمئن بشین برقرار شده، ولی اندکی عرض کردم، و شروع کنید به استفاده از یک تایمر. ما 4 دقیقه این روی استیک رو میخوایم سرخ بکنیم. به شعله توجه داشته باشید چه مقدار هست، یعنی از متوسط یه خورده کمتره. تو مرحله اولی که شروع میکنیم به سرخ کردن استیک ها، حتما بعد از روغن استفاده بکنیم، و روغنی که نقطه دود بالای 230 درجه داشته باشه، مثل روغن آفتابگردان یا روغن آووکادو. روغن زیتون تصفیه نشده برای این کار مناسب نیست. کره هم برای این کار توی مرحله اول که تابه میرسه به دمای 192-3 درجه برای این کار مناسب نیست و خواهد سوخت. این مقدار روغن لازمه که اون کراست اولیه، اون حالت تهدیدی که شکل میگیره که خواهید دید، اون بتونه شکل بگیره. توی تابه خوش این اتفاق نمیتونه بیفته. 1 دقیقه پیش از اینکه زمان برگردوندن استیک‌ها، دما رو یه خورده بیشتر بکنید
تابه داغتر بشه که زمانی که استکار برمیگردونین افت دما نداشته باشین و در دمای کاری مناسب باشه تابه. خب یه چک بکنید ببینید که این بدون چسبیدگی باید الان به راحتی بدون شما استیکاتون رو جدا بکنید از تابه. میبینید و به این ترتیب میبینید که چه کراست زیبایی اینجا داریم. خب الان زمانیه که میتونیم دوباره دما رو کاهش بدیم. به کمتر از شعله متوسط برگشتیم. هر مقداری از این کره که توی تابه بمونه بعداً برای تهیه سس استفاده میشه و باز من تاکید میکنم که این گوشت خودش رژیمی ترین قسمت گاو هستش، تقریبا هیچ چربی نداره و به انگلیسی یک مسئله هست که میگن fat is flavor، یعنی در واقع عامل اصلی که باعث طعم و انتقال طعم گوشت در این سبک پختن میشه چربی هست. پس اینجا حتما نیاز به کمک دارید و این کره به تدریج که آب میشه می‌بینید که به زیر استیک هم سرایت میکنه. ما الان تقریبا 3 دقیقه هستش که اینا رو برگردوندیم، هنوز زوده که بخوایم دوباره کراست زیر رو چک بکنیم، 1-2 دقیقه دیگه صبر میکنیم. دما الان به اندازه ای کاهش پیدا کرده که کره نخواهد سوخت. و این عمل بیستینگ رو با کره ای که اینجا استفاده کردیم انجام میدیم. این تابه جا داشت که 2 تیکه دیگه از استیک ها رو هم یا شاید 3 تیکه دیگه ما همزمان بخوایم که تو همین تابه تهیه بکنیم، ولی این سرد میشد. من الان 1 پرس برای اینکه به شما نشون بدم دارم میپزم و بقیه رو بعد از اتمام فیلم برداری برای شام خودمون آماده میکنیم. خب با گذشت 4 دقیقه از زمان برگردوندن میبینید که استیک ها آزاد هستن. هنوز 2 دقیقه دیگه ما اینجا صبر میکنیم تا من خدمتتون توضیح بدم زمان پخت چه اهمیتی داره. من زیر ویدیو دماهای مختلف رو برای دمای مرکز استیک رو در واقع برای رسیدن به درجات مختلف پخت براتون میذارم. ما الان نزدیک به میدیوم رر هستیم. من سانتیگراد و سلسیوسش یادم نیست، ولی میدیوم رر برای این استیک یعنی دمای مرکزش یه چیزی حدود 125 الی 130 درجه فارنهایت باید باشه. من به سلسیوس براتون زیر ویدیو نوشتم اینا رو. و اگر که فیلمینیون میدیوم رر میخواد الان تایمی هستش که زمان برداشتن استیک هست و من اینو با تست کردن با انگشتم هم متوجه میشم. شما حتما از دماسنج استفاده بکنید، دمای مرکز رو اندازه بگیرید که مطمئن باشید، ولی با تجربه از زمان و دما و حالت گوشت متوجه میشید. ببینید گوشت دستتون رو وقتی که فشار میدید این گوشت خام یه همچین حالتی داره. گوشت پخته یه حالتی میشه که گوشتی که کاملا ولدان پخته مرکزش پخته دیگه حالت ارتجایی نداره و تقریبا خیلی مقاومت میکنه زیر فشار انگشت.
منتها توصیه مراجع بهداشتی در آمریکا، یعنی توصیه USDA این هست که استیک به دمای مرکز یا اینترنال تمپرچر 145 درجه فارنهایت بپزه و حداقل 3 دقیقه هم استراحت بکنه قبل از خوردن، که این رو ایمن و بهداشتی اطلاق بکنن. شما میتونید با ریسک خودتون استیک مدیوم ریر هم میل بفرمایید، ولی من الان دما رو به اندازه‌ای رسوندم که ما اینجا استیکی داریم که تقریبا نزدیک مدیوم هست، یعنی همون 145 درجه و این تقریبا رو توی پخت آهسته در 11 دقیقه ما بهش رسیدیم. خب من ظرفی که برای سرو میخوام استفاده بکنم رو گرم کردم از قبل و استیک رو داخل ظرف قرار میدم. 4 دقیقه زمان استراحت به این میدم. خب قارچایی که آماده کرده بودیم رو میریزیم توی تابه. می‌بینید که با آب خود قارچا من شروع میکنم تابم رو دیگلیز کردن. این چیزی که از گوشت باقی مونده به کف تابه چسبیده، ذراتی که کاراملایز شدن رو جدا میکنم. این آب گوشت هست، من دارم به این اضافه میکنم. دما رو زیاد بکنید، شما وقت زیادی ندارین. این یه سس ساده ای هستش که طعم خیلی خالص گوشت و امامی به شما میده، یعنی ساده ترین و خالص ترین نوع سس برای گوشت هست، بدون استفاده از آرد و بدون استفاده از خامه، کاری که متاسفانه در خیلی از رستوران های ایران متداوله و البته از عصاره گوشت مصنوعی، یعنی از این پودرای کارخونه ای استفاده میکنن که مملو است از MSG یا مونوسودیوم گلوتامیت که سم خالصه. یه ذره دیگه سس گوشت جا داریم به این اضافه بکنیم، یعنی آب گوشت ببخشید. خب این تابه رو خاموش میکنیم. ببینید الان غلظت سسی که اینجا داریم، البته این ترتیب میبینید که پشت قاشق رو کاملا پوشش میده، یعنی اینجوری جای رد انگوش میمونه و این سس الان از غلظت استاندارد و کافی برای سس گوشت برخورداره و مقدارش هم کافیست برای پرسی که ما میخوایم استفاده بکنیم. مدیوم خیلی خوبی رو ما بهش دست پیدا کردیم، یعنی مدیوم رر خونی نیست. میبینید که فشارش میدیم، این گوشت هنوز مرکزش صورتیه و آبداره.
عزیزان، من تاکیدم حتما بر این هست که برای فیلمینیون هم اینو غرق در یک سس خامه نکنیدش و همی که درجه پخت بیشتر از این نبرید بالا. یعنی خیلی از رستوران ها ممکنه که یه استیک فیله به شما بدن که از ولدان هم اونورتر اینو پختن و بعد با سه تا ملاقه سس خامه ای این رو بخوان جبران بکنن و این اتفاق جالبی نیست. فراتر از درجه مدیوم این رو پختن اصلا دیگه واقعا استیکتون کاملا نابود شده. مادامی که اینو میبرید این خون ازش جاری نشه، شما از اون حد سیفی که USDA گفته که از بیشتر از 145 درجه برای وسط دقیقه استراحت حتما این کار رو رعایت بکنید، شما از اون حد گذشتین دیگه توی منطقه سبز هستید و مشکلی براتون ایجاد نمیشه. با اجازتون من میچشم استیک رو. خیلی معرکه شده، یعنی خیلی معرکه شده. سیب زمینش خودش به تنهایی یه غذای معرکه است. این سایز پورس خورده زیاده رویه. من جدا توصیه میکنم که به 200-220 گرم برای هر نفر، برای هر پورشن کاملا کفایت میکنه. فقط تاکید مجدد این که استیکتون بیش از حد نازک نباشه و اینو اوبرکوک نکنید. همین موقعی که اینو توی تابه به این ترتیب دارید انجام میدید، اگر از پیش همه کار آماده سازیتون انجام داده باشید، غذای بسیار ساده و سریع هست درست کردنش. دوستان، امیدوارم که سفرتون همیشه رنگین باشه و لبتون خندان باشه، تنتون سلامت باشه و اطرافتون پر باشه از دوستان خوب و عزیزانی که عاشقشون هستید و عاشق شما هستن و همواره با هم به اتفاق از غذای لذیذ و سالم با دلی خوش لذت ببرید. متشکرم که حوصله کردید همراه ما بودین. شب و روزتون بخیر. بون اپتیت.